بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا امید تو. از طرف وزارت داخله به عموم حکام و مأمورین ولایات، نظر به امر ملوکانه و عزم دولت شاهنشاهی مبنی بر جلوگیری از ترویج خرافات و عقاید باطل در کشور لازم است تا با مجالس روزخانی در ایام ماه محرم که بر این عقاید دامن می‌زند برخورد قاطع شود. او گام در مجلسی گذاشت که پدر و اجدادش در آن رشد کردند و این سرآغاز یک راه طولانی بود. حکایت ما از پدری که پسر را وقف روزخانی ابا عبدالله کرد برق می‌خورد. او فرزند را به جاری کردن خطبه‌های ازدواج و پرهیز از خواندن خطبه های طلاق توصیه کرد. پدر هم وارثان را به راهی خواند که خود پیمود. راهی پرحادثه، عهدی سراسر آشوب. و این گونه وقف نامه به قلم حاج ابو طالب نگاشته شد. به قرآنی که ختمش بیشماره، به اون شاهی که تیغ از ذوالفقاره، اگر شمشیر ببارد مثل بارون، بنابر کردگارم. علی در خواب دیدم سوار دلدلش بود، خودم قنبر جلومش. امیر المومنین شاه مردم، ای دل ناشاد من را شاد گرد. حاج ملا حسن دو پسر و چهار دختر داشت. پسران راه پدر را در پیش گرفتند و به اصفهان طلبگی پیشه کردند. ایام خفقان و منع روزخانی بود در شهرهای ایران و علما وظیفه بیداری ملت به عهده داشتند. در همین روزها حاج ملا حسن صاحب نوه‌ای از دختر بزرگش شد و به رسم پدران اذان در گوشش خواند و نام طفل را
از کتاب کریم مدد خواست. اسمش میذاره سید جلیل. در سال 1305 و در اوج ممنوعیت روزخانی اتفاقی جانسوز رقم خورد. حاج ملا حسن چشم از جهان فرو بست. حال پسرانند و راه ناتمام پدر. من که باشم که بر آن خاطر آتر گذرم، لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم. بین سالهای 1315 تا 1320 روزخانی و تعزیه به سختی برپا می شد، ولی شیخ علی محمد و شیخ محمد ابراهیم بر عهد وفادار بودند و خود را وقف مجالس سوق کردند. هیهات من نزله، ما وظیفه دینی و شرعی خودمون رو می‌دونیم، به شما بگیم نباید بگذاریم مجالس امام حسین برگزار نشه. اجازه نباید بدید مأمورا رو روشنگری کنید تا اونجایی که میتونید روشنگری کنید، حکومت دستش باشه. کرده ام عهد که کاری نگزینم جز عشق، بی تأمل زده ام دست به کاری که مپرس. وقف نامه حاج ملا حسن به همت پسران در ابرکوه، آباده، یزد و اصفهان جزء به جزء عمل شد. هرچند حکومت روزخانی و نطقهای آتشین را در مجالس ممنوع کرده بود، اما صلات هر صبح برادران معترض روزه خواندند و نطقها گفتند که خلق خفته بیدار شد. حال عوام تشنه دانستن شدند، گویی عادت زندگی روزمره بر هم خورد. به سحر کلام برادران حق حق فریاد شد و این بیداری خوشایند حاکم به حکومت نبود. والی مناطق آباده و ابرکوه سالار خان بنابر اخبار واصله تاب نیاورد، پس برادران معترض را به حومه اصفهان تبعید کرد و این سرآغاز یک جنبش شد. زمزمه روحانیون معترض در آبادی‌های دور و نزدیک افتاد و خلق شیفته دانستن و شنیدن. برادران معترض در مجلسی فرمایشی به دست امنیتچیان حکومت مسموم و جان به جان آفرین تسلیم کردند. در حلقه کار زار جان دادم، بهتر که گریختن بنابرد.
سید جلیل اومده بود قدمی برداره، قدمی که بعدام بمونه، قدمی که پایه و اساسش توی خانواده بود، تو وجود مادرش. بی بی فاطمه مادر سید جلیل وظیفه سختی رو به دوش میکشید و تلاش میکرد تا راه پدر و پدر جدش رو به بهترین نحو به سرانجام برسونه و تو این راه از هیچ کاری دریغ نمیکرد. نوحه هایی که قبلا پدرش میخوند و گاه و بیگاه زیر لب پاساش زمزمه میکرد و ایشونم نوحه ها رو مینوشت و تو این نوشتن ها از حفظ میشد. یادم اولین نوحه‌ای که حفظ کرد نوحه در دست و یتیمی ای پدر جان، والله یتیمی نیست آسان بود، که تو همین تکرار و تمرینا بی بی فاطمه متوجه میشه فرزندش هم صدا و استعداد اجدادشو به ارث برده و به قول معروف که میگن اولاد حلال‌زاده به خالوش میره شده. سید جلیل رو به دست پدرش سید رضا سپرد تا با خودش هر وقت به مراسمای روزخونی میرفت ببره، بلکه اونجا ها فرصتی بشه و مدتاهی کنه. زن اولین دفعه‌ای که سید جلیل این نوحه رو خون هم تو این مراسم بودیم. وقتی صدای ایشون رو شنیدم رفتم به مادرم گفتم سید جلیل داره مدعی میکنه. یه بار توی یکی دیگه از این مراسما بودیم که هنوز حاج آقا نیومده بود تا مراسمو شروع کنه که پدر سید جلیل به پیشنهاد بقیه ایشونو فرستاد بالای منبر تا دوباره اون نوحه رو بخونه. محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. در دست یتیمی ای پدر جان، در دست یتیمی. صبحونه که بیرون بود و از همه جا بی خبر، تا صدای سید جلیل بلند شد به هوای این که یه بچه میخواد مراسمو به هم بزنه، با اوقات تلخی اومد ایشونو از بلای منبر آورد پایین. زن صابخونه خیلی باهاش بحث کرد که چرا بچه مردم رو دعوا کردی و از این حرفا، ولی صابخونه زیر بار نرفت و بیفایده بود. این صابخونه که گوسفندای زیادی داشت چند روز بعدش میره تو باغش و میبینه تعدادی از اونا بی دلیل تلف شدن. اینجا بود که فهمیدم اگه دل یه سگید پاک رو بشکنیم باید تاوان سنگینی پس بدیم. خلاصه وقتی میاد خونه زنش اونو مؤاخذه میکنه که به خاطر رفتارش با سید جلیل بوده و اونم برای این که ازش علالیت بگیره قلمدون و دواتی که مال پسر نوجوان ناکامش بوده رو بر میداره و میبره در خونه سید جلیل و ازش دعوت میکنه تو مراسمای بعدیشون حضور داشته باشه. قرار عاشقی پابرجاست. سید جلیل با جلال تر و جلیل تر از هر تصوری راهی را انتخاب کرده است بس دشوار. او به خورشید میاندیشد در اعماق سیاهی، آنجا که فانوسی نیست، چراغی نیست. میخواهد قدمی بردارد که پایه و اساسش در خانواده و البته
دامان پرمهر مادرش نهادی نشده است. سید جلیل قدم در راهی می‌گذارد بس دشوار، که این دشواری رهزن شور و شوقش نیست. سرآغاز کارش در نوجوانی مداحی و تعزیه خوانی بود در مجالس کوچک. و در 30 سالگی سید جلیل ساکن شیراز شد، سرگرم به کار خیاط خانه‌اش، با اسم و رسمی در شهر که به رونق کارش می افزود. گاهی به ابرکوه می آمد تا چند سبایی با مداحی و نوحه مجالسی برپا شود. اما کم کم کار بالا گرفت و در دوراهی انتخاب ماند. آیا شیراز و کسب و کار پر رونق، یا زادگاه و برآوردن عهد نیایش حاج ملا حسن؟ دلش بهانه‌ای می‌جست تا به دعوت یکی از روحانیون سرشناس ابرکوه معاش گذاشت و به ابرکوه بازگشت، که دفتر تقدیر بازی‌های بسیار دارد. کوتاه نظر غافل از آن سرو بلند است که این جامه به اندازه هر کس نبریدند. محبوبه دختر دوست داشتنی آقا بود، همه جام همراهشون میرفت، ولی یه وقتهایی باید تاوانایی پس بدیم که بعدا همینا ذخیره ای باشه برای آخرت. یه چند روزی که از ماه محرم گذشته بود، آقا همچنان اصرار داشتن که اگه حق و زحمه‌ای بهشون پرداخت میشه میان تو هیئت و مدعی میکنن، وگرنه ترجیح میدن به کسب کارشون تو خیاطی مشغول باشه. شاید یه جورای آقا تو اون سن و سال و تو اون حال و هوا با خودشون هم لش کرده بودن و برخلاف میل باطنیشون اون سالو استثناء نرفتن هیئت. اینقدر با خودشون لش کرده بودن که حتی وقتی محبوبه میخواست شاهد و عبور هیئت از جلو مغازشون بشه، اونو مجبورش میکنن که این کارو انجام نده. فکر میکنم وقتی کرکره مغازه رو پایین کشیدن، شاید خیلی از علاقمندیاشون رو تون ایام از دست دادن. یکی از اون علاقمندی ها محبوبه ای بود که تو همون سن و سال کم به هیچ دلیلی تب و لرز میکنه و با وجود تلاش و دکترا چند روز بعد دیگه عمرش به دنیا خط نمیده و فوت میکنه. یادم اوایل دهه 70 بود و چند روز مونده بود به شروع ماه محرم که آقا دچار یه زانودرد شدیدی میشن و به اجبار حتی از عصا برای رفت و اومدشون تو خونه استفاده میکردن. تو همین ایام بود که طبق سنوات گذشته بزرگای محل میان خونه و ازشون دعوت میکنن که امسال هم افتخار نوکری امام حسین داشته باشید. خلاصه با هر مکافاتی که بود راهی یز شدیم، رفتیم پیش دکتر ارتوپد. وقتی روبروی دکتر نشستیم، دکتر یه نگاهی بهمون انداخت، از شغل آقا پرسید. ایشونم مثل همیشه شغلشون رو نوکری امام حسین معرفی کردن. من منتظر عکس العمل دکتر شدم. دکتر سینه‌ای صاف کرد و با قیافه‌ای حق به جانب دفترچه بیمه آقا رو به سمتشون پرت کرد و با تمسخر گفت: شماهایی که شفای درد مردم از امام حسین میگیرین، چرا الان اومدی دکتر و علاج خودت از امام حسین نمیگیری؟ هیچ وقت عکس العمل آقا رو یادم نمیره. سرشون انداختن پایین بدون این که حرفی بزنن از اتاق دکتر خارج شد. یادم تا ساعتها با هیچ کس حرف نمیزدن.
تا اینکه یه روز مونده بود به شروع مراسم محرم با پاهای خودشون که انگار دیگه هیچ دردی نداشت از خونه اومدن بیرون رفتن هیئت. مپرس از حالم که هیچ بدحال تر از من به سرای خیش باز نگشت. هر که را اسرار عشق اظهار شد رفت یاری چون که محو یار شد. شمع افروزان بنه در آفتاب بنگرش چون محو آن انوار شد. نیست نور شمع هست آن نور شمع، هم نشد آثار و هم آثار شد. اثری که گاه مادر پایه‌گذار آن است و گاه همسر. بس یه جلیل از هر دو سیراب گشت تا پله پله از منبری بالا رود که مرادش حسین علیه السلام آن را پیمود. و این عهد باقی ماند، یادگاری شد برای آزاد زیستن، میراثی برای آیندگان. هر کسی را سر چیزی و تمنای کسی است، ما به غیر از تو نداریم تمنای دیگر. من آن نقرم که از دو طلا به دست آمده است، خورشید پدرم و ماه مادرم، و من آن ستاره ام که از خورشید و ماه زاده ام. کیست در عالم
که جدی چون جد من باشدش، یا وی را معلمی باشد چونان مادرم. و این آغاز راهی است از دامان پرمهر مادر تا فراز آسمان. حالتون خوبه انشالله؟ از آسه جلیل آقا تشریف دارن؟ تشریف باشه. چند لحظه بی زحمت صداشون کنید. متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله. حالتون چطوره؟ خوبه سیدا جان؟ سلامتید؟ یه چند لحظه میتونم مزاحم بشم؟ ببخشید. یا الله.